صار خط خبرها. درگیری در بهبهان، دستگیری در مشهد و تبریز، حضور پرشمار ماموران امنیتی در بعضی از شهرهای ایران گزارش شده است. ده استان ایران همچنان در وضعیت قرمز شیوع کرونا، از فردا محدودیت‌های جدیدی در تهران اعمال می‌شود. پلیس فدرال آمریکا به دنبال سرنخ‌هایی از کلاهبردارها در توییتر، مال باخته‌ها می‌گویند پول ما را برگردانید. و قدم به قدم تا رسیدن به رازهای خورشید، تصاویر جدید یک فضاپیما از خورشید دانشمندان را شگفت زده کرد. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. دیروز اوضاع در بعضی از شهرهای ایران ملتهب و ناآرام بود. نیروهای پلیس در خیابان‌های چند شهر از جمله اصفهان، شیراز و تهران حضوری سنگین داشتند و گزارش شده که در بهبهان پلیس برای متفرق کردن تظاهرات ضد حکومتی از گاز اشکاور استفاده کرده. گزارش‌هایی هم از دستگیری عده‌ای از تظاهرکنندگان منتشر شده. به نظر می‌رسد ناآرامی و التهاب در شرایطی به شهرهای ایران برگشته که نارضایتی‌های عمومی به خصوص به علت مشکلات معیشتی دوباره اوج گرفته است. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. تصاویری از تظاهرات در بهبهان در جنوب ایران دیروز، گروهی که تعدادشان چندان معلوم نیست علیه حکومت شعار می‌دهند. گزارش شده که پلیس بعد از مدتی با استفاده از گاز اشکاور تظاهرکنندگان را متفرق کرد. پلیس بهبهان گفته این عده شعارهای هنجار شکنانه. گزارش شده که این عده بعد از فراخوانی در اینترنت به خیابان ها آمدند، در اعتراض به وضع اقتصادیشان و همچنین به گفته این فراخوان واگذاری بخشهای مهمی از اقتصاد به چین و واگذاری دریای خزر به روسیه. از چند شهر دیگر هم گزارش های تایید نشده ای از تظاهرات ضد حکومتی رسیده است. از تهران و چند شهر دیگر از جمله اصفهان و شیراز گزارش رسیده که نیروهای امنیتی در بعضی از نقاط شهر حضوری سنگین داشتند. سپاه پاسداران استان خراسان رضوی در اطلاعی گفته است افرادی که به گفته سپاه عوامل معاند بودند و مردم را دعوت به اعتراض می‌کردند دستگیر شدند. پلیس ضد شورش و سپاه پاسداران که سریع اومدن و خیلی سریع هم واکنش نشون دادن به مردم، با گزاری اشکاور بسیار پرتعداد، تیراندازی هوایی، تیراندازی مستقیم نداشتن خدا رو شکر تا الان، ولی جمعیت تونستن تا حدی متفرق کنن. با بالا گرفتن تظاهرات در بهبهان، از اخلال در اینترنت در گوش و کنار استان خوزستان گزارش رسید. نت بلاکس که استفاده از اینترنت را در دنیا زیر نظر دارد، این گراف را منتشر کرد از قطعی اینترنت در خوزستان. التهاب و ناآرامی ها در شرایطی به بعضی از نقاط ایران برگشته که اعتراض ها به حکم اعدام سه جوان بالا گرفته است. در روزهای اخیر بخش مهمی از مردم ایران و همچنین دیگران در خارج از کشور 9.5 میلیون بار از هشتگ اعدام نکنید استفاده کردند، برای نشان دادن اعتراض و مخالفتشان با حکم اعدام این سه نفر که در ناآرامی های آبان سال گذشته دستگیر شدند. کسرا ناجی، بی بی سی. مشتبه نجفی، پژوهشگر و مدرس ارتباطات در دانشگاه سوربن نوبل از پاریس با ما هستن. آقای نجفی، در گزارش کسرا به یک سری از دلایل این اعتراض ها اشاره شد. شما بیشتر این دلایل رو در چه میبینید و فکر میکنید که چه تفاوتی با اعتراض های قبلی در ایران داره؟ ببینید، در مورد گزارش شما بیشتر رو مسئله اقتصادی تاکید شد. ما الان در یک دوره بسیار بد وضعیت اقتصادی هستیم و مشخصا بیکاری و این عدم امید به آینده و ثبات اقتصادی خیلی تاثیرگذاره. اما به اعتقاد من
مسئله اقتصادی تنها یه عنصر از عامل نارضایتی های روبه فزاینده مردم در کشور هست. من بیشتر سعی میکنم اینها رو در یک گستره کلی، یعنی با واژه تلاش های ایرانیان علیه تحقیر، تفسیر و آنالیز بکنم. به این معنا که اگه شما دقت کرده باشید، به موازات گسترده شدن عرصه عمومی ایران تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی و اینکه معترضان می‌بینن که دیده می‌شوند، بازه‌های زمانی اعتراض در اینا رو مدام در حال کاهش هستند و من اعتقاد دارم که معترضان که از صنف‌ها و طبقات و اقشار متفاوتی هم هستند، همدیگر رو الان دیگه راحت‌تر پیدا می‌کنن. در نتیجه شکل‌گیری تجمع‌های اعتراضی و کنش‌های اعتراضی در ایران به نوعی هم سریع‌تر شده است و هم راحت‌تر شده است، به خاطر اینکه این دیده شدن باعث میشه که افراد بیشتری به معترضان بپیوندند. بعد در نتیجه من دلایل رو یک مقداری فراتر از بحث اقتصادی میخوام تفسیر بکنم، به همان نسبتی که ما شاهد بودیم بعد از انهدام هواپیمای اوکراینی. خب یک طیفی از مردم، دانشجویان و بیشتر حالا اونایی که به طبق متوسط معروف هستن، اینها بعدن اعتراض کردن. ما در 98 شاهد بودیم که یک قشرهای خاصی از مردم ایران، یعنی قشرهایی که بیشتر از شهرها هستن، حاشیه نشین‌ها هستن، بیشتر با مشکلات ناشی از یک اقتصاد از هم پاشیده روبرو هستن، اینها میان اعتراض میکنن. ما قبلا هم در 96 دیدیم، علارغم فضاهای امنیتی، ما دیدیم که در شهرهای کوچکی که اتفاقا خیلی هاشون در انتخابات 96 با امید به تغییر شرکت کرده بودن و حتی انتخابشون هم در بسیاری شهرها حسن روحانی بود شرکت کردن. بین این فواصل ما تجمعات صنفی زیادی هم در ایران دیدیم. نجفی، بیشتر اعتراض ها در ایران هر چقدر مسالمت آمیز بوده، برای حاکمیت یک جنبه امنیتی داشته. این آیا تغییر ایجاد کرده در حضور مردم یا اینکه نه، همچنان میبینیم که در چنین تجمعاتی مردم فارغ از اینکه چه حکومت چه برخوردی داره میان به خیابان؟ ببینید، به اعتقاد من با توجه به گسترده بودن طیف معترضان در ایران، فرم‌های ارتباطی هر قشری از معترضان در اعتراضاتشون متفاوته. من گمانم اینه که در حال حاضر با توجه به گسترده شدن وضعیت اسفناک اقتصادی، با توجه به تحقیر تحمیل شده و اینکه جایگاه بسیار از شهروندان به عنوان یک شهروند صاحب حقوق به رسمیت شناخته نشده، در برخی از شهرهای کوچک ما فرمهایی از خشم رو داریم مشاهده میکنیم، فرمهایی که به نوع ابزار ارتباطی معترضان متناسب با خاستگاه و شرایطی که در اون زیست کردن هستن. و من گمان کنم که در حال حاضر با توجه به شب عرصه عمومی گسترده شده، ما شاهد خواهیم بود که مردم بیشتری به خیابان‌ها خواهند آمد. یعنی خیابان به عنوان یک نمودی از عرصه عمومی به اعتقاد من توسط معترضین ایرانی فتح شده. شما اگر به سابقه اعتراضات از دهه 80 نگاه بکنید تا الان، علارغم فضای امنیتی، ببین ما از فرانسه یا سوئیس صحبت نمی‌کنیم، ما از یک فضای امنیتی در یک ساختار دولت نفتی صحبت میکنیم، در یک قوه قضایی که عملا سیاسی است. اما ما شاهد هستیم که این اعتراضات خاموش نشده و من معتقد هستم حتی با واژه های مثل شورش کور نمیشود این اعتراض ها رو تفسیر کرد. اینها فرم های نوین ارتباطی معترضان در ایران هستند. ممنونم از شما، خیلی معذرت میخوام که وقتمون کمه. مجتبی نجفی، پژوهشگر و مدرس ارتباطات در دانشگاه سوربن نوول از پاریس. با شناسایی 159 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان در شبانه روز گذشته، آمار رسمی مبتلایان به این ویروس به بیش از 35200 نفر رسید. طبق آمار رسمی 32 نفر هم در شبانه روز گذشته جان باختند و تعداد کل جان باختگان به 1147 نفر افزایش یافته. وزارت بهداشت افغانستان گفته تعداد واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا در این کشور به مراتب بیشتر است. وزارت معارف تاجیکستان اعلام کرده تحصیل در مدارس و دانشگاه‌های این کشور دقیقاً از یک ماه دیگر از سر گرفته می‌شود. سال تحصیلی در تاجیکستان معمولاً دو هفته دیرتر از این تاریخ آغاز می‌شود، اما امسال بعد از تعطیلی زودهنگام مدارس و دانشگاه‌ها به دلیل شیوع کرونا، مراکز آموزشی برای تکمیل برنامه‌های سال تحصیلی گذشته دو هفته زودتر بازگشایی می‌شوند.
در هند شمار مبتلایان به کرونا از مرز 1 میلیون نفر گذشت. تا به حال بیش از 25 هزار نفر در این کشور بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند. بعد از آمریکا و برزیل، هند بیشترین شمار مبتلایان را در جهان دارد. در آمریکا هم ایالت‌های جنوبی و غربی که قوانین قرنطینه را آسان‌تر کردند، شاهد شیوع مجدد کرونا بودند. دیروز فلوریدا، تگزاس، کالیفرنیا و کارولینای جنوبی بیشترین مرگ ناشی از کرونا در یک روز را داشتند. وزارت بهداشت ایران امروز از مرگ 183 بیمار مبتلا به کووید 19 و شناسایی 2379 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، همچنین گفت که مجموع کل مبتلایان 269440 نفر و مجموع جانباختگان این بیماری به 13791 نفر رسیده. همزمان با بالا گرفتن شیوع کرونا، به گفته مقام‌های ایران از فردا محدودیت‌های جدیدی در تهران اعمال خواهد شد. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. محدودیت‌ها برای مهار کرونا زودتر از آنچه تصور می‌شد به پایتخت باز می‌گردد. وزارت بهداشت ایران می‌گوید که از شنبه محدودیت‌ها به صورت منطقه‌ای اعمال می‌شود. هرچند هنوز مشخص نیست که چه مناطقی از تهران شامل این محدودیت هستند. بر اساس برنامه دولت، از شنبه 28 تیر برگزاری اجتماعات و مراسم مختلف فرهنگی مذهبی ممنوع می شود و حتی تالارها اجازه فعالیت ندارند. یک سوم کارکنان ادارات دولتی از خانه کار خواهند کرد. فعالیت استخرهای سرپوشیده، باشگاه‌های ورزشی سالونی و ورزش‌های پربرخورد متوقف می شود. کافه‌ها، قهوه‌خانه‌ها و چایخانه‌ها تعطیل می‌شوند. مرکز تفریحی آبی و باغ وحش و شهر بازی هم درهای خود را به روی شهروندان خواهند بست. دولت گفته که ورزش‌های مانند دو یا ورزش همگانی در پارک با حفظ فاصله اجتماعی مشکلی ندارد. در هفته‌های اخیر آمار روزانه مبتلایان و جانباختگان کرونا در استان‌های مختلف ایران بالا رفته. این آخرین آمار وزارت بهداشت ایران. تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2379 نفر بودند که از این تعداد 1752 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 183 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز 13791 نفر هستند. همزمان سازمان بهزیستی ایران از ابتلای بیش از 1500 نفر از افراد تحت سرپرستیش به بیماری کووید 19 خبر داد. رقمی که نشان می‌دهد در کمتر از یک هفته 200 مورد ابتلای قطعی در این مراکز پیدا شده. وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی ایران می‌گوید 146 نفر هم در اثر ابتلا به کرونا جان باختند که 80% آنها بالای 70 سال بودند و بیشترشان در خانه سالمندان نگهداری می‌شدند. اوضاع در زندان‌های ایران هم خوب نیست. 500 تن از فعالان سیاسی ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار آزادی زندانیان مبتلا به ویروس کرونا از جمله نرگس محمدی، فعال حقوق بشر شدند. امضا کنندگان می‌گویند رعایت نکردن استانداردهای بهداشتی و درمانی و قرار دادن زندانیان در معرض خطر جانی توجیه ناپذیر است. در روزهای اخیر نرگس محمدی، زندانی سیاسی در ایران، اعلام کرد که او و شماری از همبندانش در زندان زنجان به ویروس کرونا مبتلا شدند. خانم محمدی مبتلا به بیماری تنفسی است و مسئولان زندان تاکنون به او مرخصی درمانی ندادند. معاینه پزشکی که نرگس محمدی هم در آن حضور داشت. تلویزیون ایران در اقدامی غیر معمول دوربین را به داخل اتاق پزشک زندان برده که ثابت کند نرگس محمدی از سلامتی کامل برخوردار است. تاریخ ضبط این فیلم نامشخص است و معلوم نیست فیلم برداری با موافقت افراد صورت گرفته یا خیر. وزارت بهداشت طی روزهای گذشته نسبت به افزایش شمار افراد بستری شده در بیمارستان‌های سراسر ایران هشدار داده. این وزارتخانه میگوید 10 استان در وضعیت قرمز قرار دارند و وضعیت پایتخت رو به وخیم شدن است.
سازمان بهداشت جهانی توصیه می‌کند که کشورها به ازای هر مورد ابتلا بین 10 تا 30 مورد آزمایش کرونا انجام بدهند. با توجه به شمار مبتلایان قطعی در ایران و بر اساس این نسبت اعلام شده، این کشور تاکنون آزمایش کافی انجام نداده. شیدا هوشمندی، بی بی سی. همطور که در گزارش شیدا هم دیدید، 500 فعال سیاسی و مدنی ایرانی از رئیس قوه قضاییه خواستن زندانیان مبتلا به ویروس کرونا، از جمله نرگس محمدی فعال حقوق بشر، از زندان آزاد بشوند. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی و همسر نرگس محمدی از پاریس با ما هستند. آقای رحمانی، در مورد این فیلمی که نشون داده میشه خانم نرگس محمدی در بیمارستان زندان، که به هر حال انگار که ایشون حالشون خوبه، شما چه فکر میکنید؟ ببینید این فیلم دروغ مخفیه. فاصله پزشک با زندانیان 2 متر بوده، پزشک 2 تا ماسک رو هم گذاشته بوده دهن، و زندانیان ماسک داشتن. بهشان میگن که شما باید مراجعه کنید اجباریست به طرف پزشک. اینا بیحال بودن از اون تخمیان و دروغ مخفی فیلم میگیره. من نمیدونم با به قضای ایران چه اجباری داره که به جای تایید بیماری مقاومت بکنه. حتی در این فیلم تاکید نرگس اینه که این تلفنی که ما استفاده میکنیم، زندانی هایی که کرونا نگرفتن میان از این تلفن استفاده میکنن، درست بعد از اون اینو جدا میکنن. یعنی دقیقا تاکید میشه بر اینکه این 12 نفر کرونا دارن. از 9 تیر ماه تا امروز اینا درگیر بودن، اول اسهال استفراغ، بعد درد بدن، بعد از دست دادن حس بویایی، بعد سرفه، و چند تاشون از جمله نرگس چند بار بیحال میشن به خاطر مشکل نفس کشیدن. قوه قضاییه ایران یک کار میتونست بکنه تو این فیلمی که ببینید حکومت چرا یه شو با زندانی مرعوب شده بازجو تشکیل میده، مثلا با آقای زم که کار درستی هم نیست. خب 30 ثانیه میدونستن با نرگس محمدی حرف بزنن و او بیان کنه، اون موقع دکترها و دیگران هم قضاوت کنن. واقعا این نوع جنگیدن با یه فعال حقوق بشر، اینجور انتقام گرفتن با یه فعال حقوق بشر و اینجور مفتضح کردن گزارش، من نمیدونم چه معنی داره. واقعیت اینه که اون گزارش دور مخفیه با این شرایطی که گفتم و این توضیحاتی که دادم. آخرین اطلاعی که شما از وضعیت خانم محمدی دارید چیه؟ ببینید اینا 9 تیر درگیر هستن، هنوز بیحالی و 9 هفته دارن. وقتی که با تلفن میکنه با خانواده کاملا مشهوده، سرفه هایی که انجام میده. ولی بحث اینه که آیا باید اینا حتما بمیرن تا بشن بگیم کرونا گرفتن؟ ببینید تمام علائم رفتاری زندانبان با اینا اینه که اینا در قرنطینن، بعد حالت کرونایی هستن، ملاقات چیز نیست، تلفن به اصطلاح معروف فقط میان تلفن کنن و این فضایی که برای شما توضیح دادم. ولی این گزارش که خب شما الان نشان دادید یک نکته نشان میده. زندانی که سر موضعش باشه، حتی اگه کرونا هم گرفته باشه، قوه قضاییه را باید انکار کنه به خاطر که نهادهای امنیتی میخوان. ولی یه شو با این زندانی مرعوب شده تحت فشار، 9 ساعت اجازه میدن اون حرف بزنه، ولی 30 ثانیه اجازه مستقیم میترسن که یک زندانی بیا خودش بیان کنه، بیا بگه من این حالت ها رو ببین از 9 تیر تا الان داشتم، تیر ماه داشتم و این وضع دارم. نرگس 11 ماه با بچه ها صحبت نکرده. نرگس اگرم حرف میزد یکی از کسایی بود که مخالف اعدام بود، حتی اینو برخورد با روح لازم رو قبول نداشت. ولی واقعیت اینه که این نوع انتقام گرفتن از یک فعال حقوق بشر و اینجور گزارش تهیه کردن نکته ایست که باید گفتم متوجه افکار عمومی متوجه بشه که با چه نگاه امنیتی و بسیار به اصطلاح واژه مناسبی من براش نمیدونم پیدا کنم، ما مواجه هستیم که چگونه هیچ چی برات مهم نیست مگر دروغ تحمیل داد افکار عمومی دادن. البته افکار عمومی بعیده این گزارش رو قبول کنه، ولی واقعا باید تأسف خورد به اون تفکری که این گزارش رو تهیه کرده و اون ساختار امنیتی که جان انسان ها برای مهم نیست. مگر الان سخنگوی همین ستاد کرونا گفت هموطنان عزیز ما جانشان از دست دادن؟ خب این زندانیان هم هموطنان عزیز هستن دیگه. متشکرم، ممنونم از شما. تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی و همسر نرگس محمدی از پاریس با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه.
دیروز اوضاع در بعضی از شهرهای ایران از جمله اصفهان، شیراز، تهران، ملتهب و در چند شهر از جمله بهبهان ناآرام بود. وزارت بهداشت ایران میگوید در 24 ساعت گذشته در 183 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و 10 استان به لحاظ شیوع همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند. پلیس فدرال آمریکا FBI گفته در مورد رخنه هکرها به حساب‌های چند شخصیت مهم در شبکه اجتماعی توییتر از جمله باراک اوباما، جو بایدن و بیل گیتس تحقیق خواهد کرد. یک کمیته مجلس سنا هم خواستار توضیح مدیران شرکت توییتر شده. در توییت‌هایی که در این حساب‌ها منتشر شد به 10 میلیون کاربری که این افراد را دنبال می‌کنند وعده داده شد در ازای پرداخت هر 1000 دلار بیت کوین 2000 دلار به پردازنده برگردانده می‌شود. پیشتر از همکارم بهمن کلباسی پرسیدم تحقیقات جداگانه FBI به چه معناست؟ نشان از نگرانی جدی وجود داره در همه سطوح، هم شرکت‌های بزرگ هم به تبع مقام‌های دولتی و امنیتی، در مورد پیامدهای چنین هک‌هایی که خب میتونه خیلی تبعات گسترده‌ای داشته باشه، به خصوص وقتی که اکانت و حساب‌های افرادی که بالای 120 میلیون مثلا فالوور داره آقای اوباما و دیگرانی که هر کدومشون 10 میلیون دنبال کننده دارن، میتونست حرفهایی زده بشه حتی اگر اون توییت چند دقیقه بیشتر نباشه، که اون وقت بازخوردش خیلی گسترده تر از این توییت کلاهبردارانه برای پول جمع کردن باشه. مثلا فرض کنید اگر به حساب آقای ترامپ دسترسی پیدا کنن و مثلا بنویسن که من همین الان یک حمله دستور یک حمله هسته‌ای به فرض کنیم کره شمالی رو دادم، آیا تا وقتی که این توییت پاک میشه ممکن است کره شمالی واکنششون بده؟ این یک نمونه ای از نگرانی هایی که وجود داره در مورد اینکه دسترسی به این حساب مقام های ارشد و شخصیت های معروف چقدر میتونه پیامدهای گسترده داشته باشه، و اینکه یه شرکتی مثل توییتر نتونسته امنیت حساب های بسیار مهم و پردنبال کننده ای رو تامین بکنه نگرانی ایجاد کرده در مورد پروتکل هایی که اونها دارن و ساختاری که در داخل شرکت وجود داره که به این راحتی یک گروهی هکر تونستن با آنچه که مهندسی اجتماعی خونده میشه از خطای انسانی یک کارمند شرکت استفاده کنن و دسترسی داشته باشن. به همین جهت FBI داره وارد میشه که هم تحقیق کنه که اینها چه کسانی بودن، هم مهمتر این که ببینه چگونه است که شرکت توییتر به این راحتی هک شده و این اتفاق افتاده، و کمیته سنا هم به طبع با همون نگرانی هاست که علاقمنده که یک تصویر دقیق تری از اونچه رخ داده به دست بیاد، فراتر از اون که حالا رئیس شرکت توییتر میگه که ما تحقیق کردیم میدونیم چه اتفاقی افتاده و سعی میکنیم در واقع دیوان امنیتیمون رو محکمتر بکنیم. از این جهت با توجه به این که ما در یک فضایی هستیم که 3.5 ماه با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فاصله داریم، انتخابات قبلی هم حمله سایبری درش یکی از عوامل اصلی بود، اونچه که دخالت روسیه در انتخابات خوانده میشه، همه اینها در کنار هم یک فضایی رو فراهم کرده که نگرانی بیشتره. حتی همین دیروز داشتیم در اخبار که شرکت هایی که مشغول تهیه واکسن برای کرونا هستن هم مورد حمله سایبری شرکت روسی قرار گرفتن. همه اینها در کنار هم نشون میده که نگرانی از حملات سایبری و پیامدهاش بسیار بسیار جدی است در آمریکا. بهمن کلباسی بود در نیویورک. در ولایت خوست افغانستان بعضی از پسران جوان و مرد عادت دارند کلاه پکولشان را با گل تزیین کنند. اخیرا اهالی خوست به امان الله که سابقه طولانی در پرورش گل و تزیین کلاه دارد لقب پادشاه گلها را دادند. نصرت الله تسل خبرنگار BBC در گزارشش به سراغ او رفت. د گلانو پاچای بولی نامش را پادشاه گلها گذاشتند. امان الله 32 ساله بیش از نیم عمر خود را صرف پرورش گل کرده. در ولایت خوست، جایی که تزیین پکول این نوع کلاه با گل فرهنگ دیرینه ای دارد. دلبستگی زیاد امان الله به پرورش گل پادشاهش ساخته. من با پرورش دهنده گل ها مشهور هستم. قبلا تخلص دیگر داشتم. پس از آنکه پرورش گل را آغاز کردم، مردم تخلص پادشاه گل ها را برایم انتخاب کردند.
علاقمندان که عمدتاً جوان هستند، نه تنها در فصل بهار و گل، بلکه در فصل سرما نیز گل پرورش می‌دهند. گذاشتن گل در کنار پکول در خوست معمول است. اما به گفته امان الله در مناسبت ها جوانان بیشتری به او مراجعه می کنند. ما مردم کونشین هستیم. شهرنشین ها برای زیبایی سر و صورتشان از پودر و کریم استفاده می کنند. اما جوانان ما از گل استفاده می کنند. جوان ها روزهای جمعه و مناسبت های دیگر پیش من می آیند، گل ها را چیده و به پکولشان می زنند. پادشاه گل ها در هدیه دادن گل دست باز و دل فراخی دارد. کفیل مفتون از ساکنان ولسوالی تنهی می گوید، امان الله هیچ گاهی در بدل گل از جوانان پول نگرفته. دوستان زنگ میزنند و میپرسند که آیا گلها شکفتند؟ با آنها میگویند بله بیایید. وقتی به مراسم موسیقی میرویم، همه در کنار کلاهای پکولشان گل میگذارند. همه اینها به خاطر خوشحالی جوانان است. در ولسوالی تنه ولایت خوست نسبت به دیگر مناطق مردم بیشتر به این فرهنگ علاقه دارند. در گوشه و کنار خانه های گلی، در کوزه ها و ظروف گلی شکسته و غیر قابل استفاده، بیشتر شکوفه های گل دیده می شود. نصرت العتسل، بی بی سی، خوست. دانشمندان تصاویری را رونمایی کردند که برای اولین بار از فاصله نزدیک از خورشید گرفته شدند. فضاپیمای سولار اوربیتر که این تصاویر را ثبت کرده، قرار است در 2 سال آینده به خورشید نزدیک تر شود. ربکا مورل خبرنگار علمی بی بی سی گزارش می‌دهد. تصاویری از خورشید از نمای نزدیک و با جزئیاتی فوق‌العاده. این تصاویر که فضاپیمای سولار اوربیتر آنها را گرفته، قبلاً هرگز دیده نشده‌اند. اینها شعله های کوچکی در سراسر سطح خورشیدند که دانشمندان آنها را آتش اردوگاه نامیدند. دیدن این تصاویر برای اولین بار نفس آدم رو بند میاره. وقتی به این تصاویر نگاه میکنیم، میبینیم که انفجارهای مختلفی در سراسر جو خورشید رخ میده که انتظار دیدنشون رو نداشتیم. کشف چیزهای جدید و دیدن خورشید به این شکلی که تصورش رو نمیکردیم زیباست. این فضاپیما ماموریتش را 5 ماه پیش شروع کرد. در بریتانیا ساخته شده و مقاومت زیادی در برابر دمای بالای خورشید دارد. زمین با خورشید 150 میلیون کیلومتر فاصله دارد. در ماموریت‌های قبلی از همین بالای زمین از خورشید تصویربرداری شده. اما سولار اوربیتر بسیار نزدیکتر رفته و به 77 میلیون کیلومتری آن رسیده. قرار است تا 2 سال آینده نزدیکتر هم برود و به فاصله 40 میلیون کیلومتری آن برسد. این نمای کاملا جدید از خورشید به ما می‌دهد. در 2 سال آینده میتونیم بالا بریم و از بالای قطب شمال و بعداً از بالای قطب جنوب به خورشید نگاه کنیم. قبلا این کارو نکردیم و این میتونه خیلی متفاوت از تصویرهایی باشه که قبلا از مدار استوایی از خورشید گرفتیم. این تصاویر تنها شمه‌ای است از آنچه در آینده قرار است ببینیم و امیدواریم که این ماموریت بتواند به شناخت این ستاره کمک کند. ممنون از همراهیتون با این بخش خبر.